گیلگامش، سومر، دیلمون، تپه یحیی و دره سند. همه این نقاط را یک چیز به هم متصل می کند، مهرهای خلیج فارس، مهرهای کوچک با نقشهای زیبا، اشیای تاریخی که در ایران، عراق، پاکستان و کشورهای جنوب خلیج فارس یافت می شوند و یکی از نشانه های روابطی گسترده در دوران باستانند، مثل نمونهی که به تازگی در امارات متحده عربی پیدا شده. در این ویدیو به بهانه کشف تازه این مهر به سرزمین هایی سر می زنیم در هزاران سال پیش که ناگفته های بسیاری در خود دارند. باستانشناسان آکادمی علوم اتریش در حال کاوش در محوطه تاریخی کلبا در شارجه امارات متحده عربی هستند. آنها به دنبال شواهدی قانع کننده از شبکه‌های گسترده تجاری می‌گردند که در هزاران سال پیش برقرار بوده. نکته‌ای که قبل‌تر از آثار به دست آمده در مجاورت کوه حجر به آن پی بردند. تک سنگ‌هایی از سنگ چخماق که از آن این منطقه نبوده و از تجارت با دوردست خبر می دادند. پژوهشگران در کلبا مهری پیدا می کنند که جواب سؤالشان است. مهر خلیج فارس. مهری که گرچه امروز به نشانه ای از یک تجارت بزرگ و قدیمی تبدیل شده، اما روزگاری برای باستانشناسان مثل یک راز سر به مهر بود. لئونارد وولی، باستانشناس بریتانیایی، در حال کاوش در یکی از مهمترین شهرهای باستانی جهان است، اور در عراق امروز. آنها اشیاء با ارزشی از دوره‌های باستانی سومر و اکد می‌یابند، همراه با مهرهایی که نمونه‌هایی مثل آن را قبلا ندیدند. اینجا موهنجودارو در پاکستان امروز است، جایی که روزگاری به هند تعلق داشت. ما در زمان کاوش‌های جان مارشال، باستانشناس بریتانیایی و مدیر کل کاوش‌های باستانی هند هستیم، زمانی که او تعداد زیادی مهر در این محوطه‌های باستانی پیدا کرد، مهرهایی شبیه به آنچه در کیلومترها آنسوتر در شهر باستانی اور عراق به دست آمده. سیریل جانگت، پژوهشگر بریتانیایی، حدود سال 1312 18 مهر از این مجموعه ها را بررسی می کند. 16 مهر که از شهر باستانی اور به دست آمده و 2 مهر هم از موهنجودارو. گد در مقاله خود به مهرهای بین النهرینی اشاره می کند که با مهرهای پیدا شده در موهنجودارو شباهت دارند و می شود نقشهای مشترکی در آنها دید. پس تمام این مهرها را سبک هندی باستان می نامد. اما این مهرهای سبک هندی در بین النهرین چه می کنند؟ گد جواب مطمئنی برای این سوال ندارد و البته یک نکته دیگر هم عجیب است. او به یکی از مهرهای پیدا شده در کاوش‌های بین النهرین اشاره می کند. مهری مربع شکل که روی آن مثل بسیاری از مهرهای یافت شده در موهنجودارو نقشه یک گاو حک شده. اما نکته اینجاست که به جای کتیبه معمول تمدن دره سند یا همان کتیبه های معروف هندی، کتیبه‌ای به خط میخی رویش وجود دارد. چرا؟ این موضوع در آن زمان حل نشده باقی میماند، به خصوص که به مرور زمان و با پیدا شدن مهرهای دیگر تعداد این سوال ها هم بیشتر میشود. مهرهایی که طی سالها کاوش در شهرهای متعلق به سومریان و اکدیان در عراق امروز به دست می آیند. از شهرهایی چون اومه، گیرسو، ایشچلی و کیش. اما کشف این مهرها به بین النهرین و دره سند خلاصه نمی شود. باستانشناسان نمونه های شبیه به آن را در محوطه های باستانی ایران مثل تپه یحیی و شوش هم پیدا می کنند. مهرهایی که شباهت‌های بیچون و چرایی با مهرهایی دارند که سبک هندی نام گرفتند. اما این راز باز هم عجیب‌تر می‌شود. باستانشناسان دانشگاه آرهوس دانمارک
به سرپرستی جافری بیبی در حال کاوش در دو جزیره خلیج فارس هستند، بحرین و فیلکه. آنها بقایای شهری باستانی را میکاوند که به تمدن‌های کهن بین النهرین نزدیک است و در میان این بقایا تعدادی مهر میابند، مهرهایی شبیه به آنچه قبلا در موهنجودارو، بین النهرین، شوش و تپه یحیی پیدا شده. سه سال بعد از کشف در بحرین و فیلکه، مهرهای دیگری هم در کاوش‌های قلعه باستانی بحرین پیدا می‌شود و به مرور ماجرا ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند، چرا که تا 6 سال بعدش نه تنها مهرهای دیگری هم در جزایر فیلکه و بحرین می‌یابند، بلکه کارگاه تولید آن را هم در قلعه بحرین پیدا می‌کنند. مورتیمور ویلر، باستانشناس اسکاتلندی، پژوهشگری است که درباره این مهرها تحقیقات خود را آغاز می‌کند. او در مقاله‌ای که درباره آنها منتشر کرده به این موضوع می‌پردازد که این مهرها ارتباطی بین فرهنگ‌های بین النهرین، ایران و هند باستان را آشکار می‌کند. آنها یا از راه زمین، یعنی از داخل ایران حمل شدند، و یا از طریق دریایی و مسیر خلیج فارس. ویلر از آنجا که عمده این مهرها در حوالی خلیج فارس بودند و کارگاهی هم برای ساخت آنها در بحرین پیدا شده، نام این مهرها را مهرهای خلیج فارس می‌گذارد که بسیاری از پژوهشگران همچنان از همین نام برای آنها استفاده می‌کنند. همه این مهرها استامپی هستند، با پهنای 2 تا 3 سانت و ارتفاعی بین 1.5 تا 1.6 سانتی متر. از سنگ صابون ساخته شدند و پوششی لعابی دارند که آنها را به 2 گونه قدیم و جدید تقسیم بندی کردند. بیشترین نقش‌های به کار رفته در گونه‌های قدیمی این مهرها عقرب، گاو و حیوانی شبیه به بز یا غزال است. نقش این جانوران با فرو رفتگی های بزرگ و عمیق شکل گرفته که به جای چشمشان هم فرو رفتگی گذاشتند. هیچ تصویری از انسان در این گونه مهرها دیده نشده و فقط روی برخی از آنها نقشی از کف پای انسان دیده می شود که همین نقش هم نشان از ارتباط فرهنگی بین مناطق مختلف است، چرا که نمونه هایی شبیه به آن در شوش و تپه یحیای ایران هم دیده شده. قدمت این مهرها را هم همزمان با سلسله های قدیم سومر، اکد، آغازیلامی و احتمالاً گوتی ها دانستند. گونه جدید مهرهای خلیج فارس را مهرهای دیلمون نامیدند. دیلمون شهری باستانی بود که در اسطوره های سومریان به عنوان سرزمین پاکیزه و درخشان یاد شده، جایی که بیماری و مرگ در آن راه ندارد. باستانشناسان بحرین و جزیره فیلکه را بخشی از دیلمون باستانی دانستند و به همین دلیل مهرهای گونه جدید خلیج فارس را که بیشتر در آنجا پیدا شدند به این نام خواندند. نقش‌ها در این نوع مهرها متنوع‌تر است و نقش‌های انسانی هم در کنار جانوران دیده می‌شود. به گفته کامیار عبدی، باستانشناس، وجود این مهرها نشان از تجارتی گسترده در میان حکومت‌ها و فرهنگ‌های بین‌النهرین، حواشی خلیج فارس، ایران و تمدن‌های شمال هند دارد. تجارتی با قدمت حدود 7000 سال پیش که با پیدا شدن مهرهای جدید در مناطق مختلف این مسیر بیشتر از وجودش آگاه می‌شویم. مثل مهری که به تازگی در محوطه باستانی کلبا در شارجه امارات متحده عربی یافتند و یکی دیگر از مراکز تجاری در این مسیر را آشکار کرده. می‌دانیم که در بین النهرین سلسله‌های باستانی سومریان و اکدیان در خلیج فارس دریانوردی داشتند. به گفته لورنزو وردرامه از دانشگاه ساپیانزای روم، سومر تمدنی رودخانه‌ای بود و به هورها و دهانه خلیج فارس تسلط داشت. گیلرمو الغازه، مردمشناس کوبایی و استاد دانشگاه کالیفرنیا هم تجارت دریایی را راهی ساده‌تر از تجارت زمینی برای شهرهای کهن بین النهرین دانسته
چرا که تجارت از راه زمین سخت و پرهزینه بوده. به همین دلیل اشاره سومریان به سرزمین دیلمون در خلیج فارس اهمیت پیدا می کند، به خصوص که بعد از آنها سارگون امپراتور اکد هم نام دیلمون را جزو سرزمین های تحت فرمانش آورده. دیلمون در اصل سرزمینی بوده که شرق عربستان، قطر، امارات متحده عربی و بحرین کنونی را شامل می شده. سرزمینی که پادشاه سومری شهر لاگاش در حدود 4500 سال پیش در کتیبهش از آن یاد کرده و نوشته که کشتی های دیلمون از سرزمین های خارجی برای او چوب هدیه آوردند. پس دیلمون کشتیرانی داشته، با سرزمین های جز سومریان هم ارتباط برقرار کرده و برای سومریان چوب میفرستاده. نکته اینجاست که چوب و حتی مس که در کتیبه های بین النهرین گفته شده از دیلمون می آمده بومی این سرزمین نبوده و مردمان آنجا این اقلام را از جای دیگر می آوردند، یعنی همان سرزمین های خارجی که می تواند ملوخه یا ملوها باشد، نامی که تمدن های کهن بین النهرین در متون ادبی خود به سرزمین دره سند در هند داده بودند. به شوش بیاییم، در دوران آغاز ایلامی و ایلامی، سرزمینی که برای تأمین منابع خود مثل تمدن‌های بین النهرین نبود و فقط وابسته به دریا نماند. نواحی کوهستانی فلات ایران و حاشیه خلیج فارس از مراکز عمده تأمین مواد خام برای آنان به حساب می آمد. لامبرگ کارلوفسکی، پژوهشگر دانشگاه هاروارد، بر این عقیده است که سومریان با برقراری فعالیت‌های بازرگانی از طریق دریا قصد داشتند ایلامیان را دور بزنند و به همین دلیل لاجورد، عقیق، نقره، طلا، چوب، مس و قلع را از سرزمین‌های خراسان و کرمان در ایران و دره سند، عمان، امارات متحده عربی و بحرین امروز و از طریق خلیج فارس به سرزمین‌های خود می‌رساندند. به گفته انریکو اسکالونه، باستانشناس ایتالیایی، ایلامیان در شوش از طریق مسیر جنوب کوهستان زاگرس راه تجاری خود را با سرزمین‌های اطراف برقرار می‌کردند و با بین النهرین هم در ارتباط بودند، همانطور که کتیبه‌ای از دوره اور سوم به واردات کنجد و غلات از شوش اشاره کرده. نقش شوش در تجارت دوره باستان بسیار مهم بوده، به خصوص که شواهدی از کشتیرانی آنها در خلیج فارس هم وجود دارد. کتیبه‌ای کهن از بین النهرین متعلق به دوران اکدی اشاره کرده که ایلامیان بازرگانی راه دور با کشتی دارند. پیدا شدن نمونه‌های مهر خلیج فارس در شوش هم نشان از داد و ستد این سرزمین با دره سند دارد. البته نباید تجارت ایلامیان با سرزمین‌های فلات ایران را برای رسیدن این مهرها به شوش نادیده گرفت. قبلا تصور می‌شد فلزاتی چون مس و قل در شوش و سومر از منابع مختلف به خصوص از راه سند و عمان تأمین می‌شده، ولی به گفته هریت کرافورد، باستانشناس بریتانیایی، امروز فهمیده ایم که منابع آنها نواحی مرکزی ایران بوده. ظاهراً قیر از فارس و خوزستان امروز به بحرین می رسیده و چوب هم از کوهپایه های زاگرس می آمده. حالا وقت آن است که نگاهی به تپه یحیی در استان کرمان امروز بیاندازیم که در آن هم مهرهای خلیج فارس را پیدا کردند. تپه یحیی از کهن‌ترین سکونتگاه های بشر است که قدمت آن را تا 9000 سال پیش تخمین زدند. می دانیم که مردمان این منطقه کشاورزی می کردند و به استخراج از فلزات و استفاده از آنها بسیار زود پی بردند. کوره های ذوب مس آنها که متعلق به 7000 سال پیش است در تل ابلیس پیدا شده و باستانشناسان انواع اشیاء ساخته شده از سنگ چخماق و سفال را در این منطقه یافتند.
واقعیت این است که بیدلیل تپه یحیی را یکی از مراکز ارتباطی مهم میان بین النهرین با سرزمین‌های شرقی‌تر یعنی تمدن‌های هند نمی‌دانند. این منطقه در دوره خود بسیار شکوفا بوده و شاید سرزمین باستانی دیلمون مس، سنگ چخماق و برخی از اقلام دیگر خود را از این ناحیه تهیه می‌کرده. به این ترتیب ما شاهد تجارتی گسترده در هزاران سال پیش هستیم. تجارتی که نشان می‌دهد داد و ستدها و مراودات بین تمدن‌ها باعث جابجایی مواد فرهنگی بین مردمان مختلف شده و به مرور به پیشرفت و توسعه آنها کمک کرده. داد و ستدی فرهنگی تجاری از طریق خلیج فارس که حداقل از 7000 سال پیش بین نواحی اطراف این آبراه جریان داشته و مهرهای خلیج فارس یکی از نشانه‌های آن است. اما چه شده که ساخت این مهرها ناگهان متوقف شده؟ می‌دانیم با انتقال قدرت از جنوب به شمال بین النهرین، ضعیف شدن ایلامیان و ایجاد حکومت‌های گسترده‌تری در فلات ایران و بین النهرین همچون مادها و بابلیان و آشوریان، تجارت در جهان آن روزگار کم کم رویه دیگری پیدا کرده و احتمالاً به همین دلیل مهرهای خلیج فارس هم از رونق افتادند. مهرهایی که گهگاه در نقطه‌ای از این مناطق پیدا شده و رازهای بیشتری را از روزگاران قدیم برای ما بازگو می‌کنند.